غلام حسین محسنی اجی 65 ساله متولد روستای ایجی در اطراف ناین اصفهان مدرسه ابتدایی رو تو همون دهشون میره بعد میفسنش قوم که آخون بشه میره مدرسه حقانی که بیشتر مسئول های اطلاعاتی و به اصطلاح قضایی حکومت از همین مدرسه در اومدن از دهه ش هم تو دستگاه قضایی بود هم تو اطلاعات در تمام تصفیه حساب های درون حکومتی تقریباً واقعاً در تمام تصفیح های درون حکومتی نقش مهم میداشته ای. از اوال دهه شهست که وزارت اطلاعات شکل میگیره میشه مسئول گزینش وزارت اطلاعات 28 سالش اونوقت بعد سی سالشه می که میشه نماینده قوه قضایی تو وزارت اطلاعات سال 65 که سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری که عضو شورای مرکزی سپاه پاستاران بود و رئیس مؤسسه نهضت های آزادی بخش رو میگیرن و بعد از شکنجه ها و بازجویی های مداوم مجبورش میکنن اعتراف تلویزیونی بکنه و بعد به حکم رازینی اعدام میشه اجی مسئول اعتراف گیری از برادر داماد آیت الله یعنی شکنجگرشون خلاصه و معروف میشه که موفقیت ایجهی به اصطلاح تو اون اعترافگیری از سید مهدی آشمی تو اون پرونده سازی تخت پرشش بود به تمام توته هایی که در دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعدا برنامه ریزی و اجرا شد سید مهدی آشمی دستگیر و اعدام شد چون معامله پنهانی جمهوری اسلامی و دولت وقت آمریکا دولت ریگان رو که معروف شد اون معامله به ایران کنترا افشا کرده بود رسانه ای کرده بود یه اشاره بکنم برای کسایی که نمیدانند ایران کنترا مواجرهایی بود که خلاصش میشود موافقت دولت ریگان با فروش اسلحه به جمهوری اسلامی و البته این وسط اسرائیل هم بود با طرف آمریکایی و دادن پولی که از جمهوری اسلامی می گرفتن از فروش اسلحه که به جمهوری اسلامی می دادن دادن اون پول به گروه های ضد انقلاب نیکاراگوه که به کنتراها معروف بودن علیه جبه آزاد بخش ساندینیستا می جنگیدن. در عوض جمهوری اسلامی باید چی کار میکرد؟ باید هفت گروگان آمریکایی رو که حزب الله لبنان گروگان گرفته بود همون اماد مقنیه گروه مقنیه گروگان گرفته بود آزاد بکنه این معامله البته انجام شد که داستان مفصل مجزایی است و البته معلوم نشد که بالاخره اون پول خرید اسلحه ای که آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی گرفتن به کنتراها رسید یا نرسید چون کنگره آمریکا با کمک مالی به کنتراها مخالف بود یعنی این قانون بود حالا اینکه اون رفت یا نرفت اون پول میگم این یه داستان مفصل است باری در جریان ایران کنترل مکفارلن مشاور ارشد رونالد رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران آمده بود با یه هیئت و کل این ماجرا رو در حکومت جمهوری اسلامی فقط رفسنجانی میدانست و خمینی و چند نفر دیگه که هیچ وقت دقیق فاش نشد که دقیقا کیا میدونستن این ماجرا رو افشای این ماجرا یکی از ایستگاه های مهم دشمنی بیت خمینی با آیت منتظری بود محسنی این مجری طرح منتظری زودایی به اصطلاح از همون سال 64 و 65 بود حتی پلم کردن کتابخونه منتظری فشار بر خانواده او از جمله زندانی کردن سعید منتظری یک سال در سلول انفرادی و بعد فشارها بر احمد منتظری یعنی در همراهی با رازینی که دهه 60 حاکم شهر دادگاه ویژه روحانیت بود و رئیس شهری که دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت بود و اینها حکم اعدام دادن برای سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت منتظری بخش عملیاتی و زندان انداختن و بگیر و ببندش و شکنجه و اعتراف و فلان اینا با اجهی بود حالا پله پله که میرم جلو در نظر میگیرید که ایشون الان در رأس دستگاه عدل اسلامی نشستند ایشون سال 74 میشوند دادستان ویژه روحانیت و سال 77 هفت جانشین ری شهری میشه دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت که ادهی از نواندیشان روحانی رو محاکمه میکنه از جمله یوسفی اشکوری و محسن کدیور که به گفته آقای اشکوری دنبال کردن گرفتن حکم ارتداد و اعدام این روحانیون هم بود اجهی که خب بهش نمیدن این دهی افتاد در جریان تصویر حساب بالا حکومت با طیف تکنوکرات های دوروبر رفسنجانی و طیف از اصلاح غلام حسین کربازشی و ادهی از شهردارای مناطق تهران بازداشت و شکنجه میشن که همین ایجهی ای کرباسشی رو محاکمه میکنه که میدانید خیلی سرسده ها ای و اینها ایجهی و کرباسشی تو مدرسه حقانی قوم هم دوره ای بودن دهه هفتاد که میدانید دهه ترورها و در واقع دهه بیرون افتادن از پرده خبر ترورها و قتل سیاسی ایده از فعالان فرهنگی و سیاسی بود و همینطور تصویر حساب درونی حکومت هم بود در یک واقعه مهم دیگری حذف احمد خمینی پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی سعید امامی مدیر اجرای قطعه سیاسی و معاون فلاحیان وزیر اطلاعات وقت تو اعترافاتش میگه بارها گفته ایم ولی همیشه باید تکرار کنیم برای خودمون این این مواردی رو که عرض میکنم در اعترافات سعید امامی آمده از حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد هفتن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد این احکام را از آیت الله خوشوقت مصباح خزعلی جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اجهی دریافت می کرد و به دست ما می داد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مسترب شدم و حتی به تردید فرو رفتم دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم آقایان محسنی ایجهی و بادامچیان همانجا بودند. نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت میکنن رحم کرد هر جا قتل و تصویح حسابه غلام حسین محسنی ایجهی هم هست همون دهه هشتاد دهه اتفاقهای دیگری میفته که اسم ایجهی رو برای روزنامنگارا برجسته میکنه کتک زدن ایسا سهرخیز یه آدم اهل فکر و فرهنگ نماینده البته یه دوره کوتاهی هم اهل سیاست هم بود در دولت محمد خاتمی ایسا سرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات یه دوره شکل گرفته بود سال 83 اجی به اونا نماینده قوه قضاییه در جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات شرکت میکرد یه عده وزیر وکیل هم حضور داشتن یعنی شاهد ماجرا بودن اون روز طبیعتاً مانند تمام جلسات اکثر اعضای هیئت نظارت که در عمل شامل وزیر ارشاد که در اون زمان در اون مقطع خودش حضور نداشت ولی بعدا که حادثه پیش اومد حضور پیدا کرد نماینده وزارت علوم نماینده قوه قضایی نماینده مجلس نماینده حوزه علمیه من هم به عنوان مدیر در واقع نماینده مدیران مسئول و تقریبا میشه گفت در اون جلسه همه اعضا اگر اشتباه نکنم حضور داشتن غیر از اینکه خب طبیعتا مدیر کل مطبوعات داخلی دبیر هیئت نظارت و تعدادی از اعضای وزارت ارشاد هم اونجا و در اون جلسه بودند ببخشید معاون وزارت ارشاد هم اون موقع حضور داشت خب دو تا جلسه بوده تو دو جلسه جدا از هم جلسات هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات جناب ایجی که الان قاضل قضات و مسئول عدالت در مملکت اسلامی ایران است با فوش خارمادر قندون کشی میکنه و پرتاب میکنه میپره از این برای میز اون برای میز شونه سهرخیز و گاز میگیره زخمیش میکنه خون بیرون میزنه و یه همچین آدمی الان قوه قضایی ایران رو داره اداره میکنه این درگیر فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت و به این معنا که در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند هر دو هم به گونه ای بودند که علائق و وابستگی هایی به آیت الله منتظری داشتند و خب در اون مقطع حساسیت بسیار زیادی بود که این گونه افراد مجوز رو دریافت نکنند این بی یک جر و بحث رو, رو دنبال داشت و پرتاب قندانی رو صورت گرفت ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت خان نبود به یک وارد این ماجرا شد مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه یافت ببینین بیایم در چارچوب قانون مجازات اسلامی خود نظام مقدس نگاه کنیم به قضیه چون آقای ایجهی ای الان شدن رئیس قوه قضایی اینا عرض میکنم هر توهین و فخاشی و ضرب و جرحی که وارد آورده در جلسه یه طرف صحبت کرده حرف زده تو باهاش مخالف بودی پریدی زدی فلان فوش خب. هر کدوم از اینا که در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته طبق شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی خودشون مستوجب حد است. هرچند که آن چیزی که اتفاق افتاده، کلماتی که رد و بدل شده بر اساس قوانین اسلامی، قانون مجازات اسلامی و بر اساس شرع مقدس اسلام حد داره. به عبارتی باید فردی که اون سخنان رو گفته شلاق بزنن در ملع عمومی. مواردی که ذربوجر شده باید پرداخت بکنند تبودیهایی هایی که حاصل شده خونی که ریخته شده اینها در واقع وجود داره ولی طبیعتا فکر میکنم که ماجرا ارزش پیگیری چندانی نداره بله چون به نتیجه نمیرسه و برعکس چون اجهی پیش پیش پرونده نماینده مدیران مسئول مطبوعات و که قبلا مفصل کتکش زده در انظار پیچیده سرخیز به اتهام توهین به مقامات یه پنج سال یه سه سال میره زندان و این گفتگویی هم که شما الان شنیدید گفتگویی است که بعد از زندان اومدن ایشون بنده باهاشون داشتم همون سال این عکس رو نگاه کنین قبل از زندان و در زندان واضحتر از هر توضیحی است یه آدم مطبوعاتی رو که کارش فرهنگ و روزنامه‌نگاری است اژه‌ای به همچین بعضی دوچار میکنه که بعدم بیماری های عدیده ناشی از سالها زندان این آدم شریف رو رها نکنه یک آقای اژه‌ای حضرت عالی الان مسئولیتتون در چارچوب سخنان و وظایف خودتون و رهبر معظم بیشتر شده شما قازل قضات جمهوری اسلامی هستید دیه و حدی که باید برای ضرب و جرف و فخاشی هایی که به مهدی سهرخیز وارد آوردید در سال 1383 اصلا مهدی سهرخیز دشمن کامل شماست زندانش هم کشیده دیگه ها دیه و حدی که باید بر شما باید شلاق بخورید اون چه میشه کجا میره پرونده مهدی سهرخیز یکی از پرونده های یکی از گوشه های پرونده هایی است که علنی شد ما اونایی رو که تو زندان شما کشتین تو زندان شکنجه کردین از زمان صد مهدی هاشمی تا امروز ما که نمیدونیم اونایش هم که میدونیم چون مستند نداریم بیاریم نشون بدیم یا خودشون میترسن از شما که بیان بگن میذاریم تو صندوق خونه این یکی که علنی شده و چندین بار هم با پخش کردیم این صحبتهای آی سهرخیز این حد و دیه چه میشود؟ این جواب میخواد دیگه یک آقای ایجه ای در دولت اول احمدی نژاد میشه وزیر اطلاعات از خورداد 88 تا مرداد 88 فکر میکنم زمان زیادی نیست بر کنار میشه ایجه ای. چرا؟ یک منبع آگاه در دولت گفت در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رئیس جمهور در جلسه چهار مرداد 88 هیئت دولت بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشاهی علا رقم مخالفت رهبر معظم انقلاب محمود احمدی نژاد، قلام حسین محسنی اجایی را از کار برکنار کرد احمدی نژاد نمیخواست مشاهی رو کنار بذاره اجایی هم خب معمور معذور آقا امام خامنه ای بود اصرار میکرد باید کنارش بذاری به عنوان وزیر اطلاعات سر و احمدی نژاد هم گفت آخوه تم پش برو خب ماه بعدش وقتی برکنار شد ماه بعدش یعنی شهری بره هشت از آیت الله صادق لاری آمولی لاریجانی به اجهی حکم معاون اولی قوه قضاییه رو میده سال 91 تا اوائل 93 ماجرای پرونده ی امیر منصور آریاست که به اسم غلط اختلاس سه میلیاردی معروف میشه چون اختلاس بزرگ بانکی بود بله توسط رؤسای مدیر عاملان بانک صادرات و ملی این کار انجام شد بارها و بارها توضیح دادم بنده حالا اشاره هایی میکنم و میشود گفت اختلاس بزرگ بانکی که عرض میکنم که مدیران عامل این بانک ها انجام دادن ایجه ای نقش مهمی در بازداشت و اعدام محافرید امیر خسروی مدیر هولدینگ امیر منصور آریا داره همیشه دنبال محدود کردن و بستن فضای مجازی بوده جی. بذارین من تیتروار عرض کنم قبل از اینکه ماجرای پرونده محافظی در امیر نقش اجهی رو تو اون مطرح بکنم اشاره بار بزنید تیتر بار این ماجرای بستن فضای مجازی رو مطرح بکنم که چقدر مورد علاقه قاضی قضات فعلی جمهوری اسلامی است سال 93 ایجی در مقام معاون اول قوه قضایی نامه می به واعظی که اون موقع وزیر ارتباطات بود می نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت و عمومی از طریق برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود ظرف مدت حد اکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی سازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد در غیر این صورت قوه قضایی در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی سازی شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه یعنی همشون اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر ردی طبق قانون برخورد خواهد نمود سال 93 نامه آقای ایجهی است که دیدین به وزیر ارتباطاتمون خب رئیس ایجهی ای الان آقا امام خامنه است که گزارش مستقیم ازش میگیره آقا امام خامنه ای از الله رئیسی هم گزارش مستقیم میگیره دولت دیگه هیچ کدوم گزارش به مردم که نمیدونم آقای خامنه ای رهبر معظم این نامه فیلترینگ اجهی ای رو وقتی که میبینه در که سال نمت رفته است به دولت چرا یقیه, یقیه رئیسی رو نمیگیره رئیس دولت بعدی یعنی فعلی بعد از روحانی که تو در فضای مجازی در توییتر که فیلتر است در جمهوری اسلامی رسما و عملا تو چه میکنی در آی رئیسی در توییتر اینا همه محتوای مجرمانه دارن که فیلتر شدن دیگه بنا به مصلحتی بنا به دلیل شرعی و الهی اینا فیلتر شدن رئیسی چیکار کار میکنه اونجا؟ آقای ایجایی، قاضل قزات طبق فرمایش خودتون و آقا امام خامنه ای اگه بخواین درست عدالت رو برقرار بکنین اول باید از خودتون شروع کنین اول باید رئیسی رو فیلتر کنی اقدام مجرمانه کرده در تویتر و میکنه هنوز بازه اجهی دوره ریاست رئیس تمام دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه معاون اول قوه قضایی هست همچنان یعنی بعد از صادق لاریجانی دوره اجهی سه سال و دودن میشه چی؟ میشه معاون اول قوه قضاییه تا بالاخره هفته پیش حکم به او تنفیز شد که شد رئیس قوه قضاییه بیشترین انتظاری که میرود این است که اینا با هم دیگه میخوان فضای حقیقی و مجازی رو ببندن با توجه به سابقه ای که مردم از اینا دیدن و هممون دیدیم و تجربه ای که این دو نفر رئیسی و هجه در خفه کردن دارن اون یکی هم که قالیباف که همش کف خیابون چما زد حالا میرسیم بهش اونم افتخار میکنه به این دهم تیر ماه 1400 پیشوا حکم میدهد که محسنی اجهی که برخوردار از تجربه گرانبها ها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا می باشد بشود رئیس قوه قضاییه یه نوع توضیح نمیخواد مراسم تودی و معارفه برگزار میشه اولین سخنران محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر پیشوا میگوید آقای اجهی انقدر قاطع است که اگر ببیند کسی متخلف است دیگر چشمش جایی رو نمیبینه میشنمید الان میگه یا این دیگه حالیش نیست چی کار میکنه این میشه رئیس ادالت خانه حکومت اسلام دو تا ویژگی رو من از ایشان برای شما عرض میکنم اولا قاطعیت همونی که امروز نیازمندیم اگر برخورد کردن و به یقین رسیدن شخصی یا اشخاصی متخلفان هن رو من خود شاهد بودم روزی در اتاق بنده در همین دفتر دفتر مقام معظم رهبری یا آقایی که حالا نمیخوام نام ببرم یه تخلفی کرده بود و ایشان حضور داشتن اون آقا را ما خواستیم آمدن حالا برخورد ایشان چجور بود کار ندارم بعدا که او رفت به من فرمودن ایشان اگر به ملاحظی شما و شرم حضور شما نبود میزدم تو گوشش این آقای لاتی که نه تنها کسی جلوشو نمیگیره همیشه تشویقم شده که تو حرفای همین رئیس دفتر آقا امام خامنه ای دیدیم چه خوشش اومده بود که ایجه ای میخواسته بزنه تو گوش طرف آدم مهمی هم بوده حتما طرف تو بین خودشون دیگه که اومده در دفتر رهبر معظم و رئیس دفترش آمده و آقای ایجهی تشفه بردن گفته بزنم تو گوشش حالا رئیس قوه قضاییه که باید منطقی، صبور با تقوا مدیر، مدبر، غیره و غیره باشه خودش و اعصابش رو نمیتونه مدیریت کنه اون وقت این وحشی بازی ها رو اینجوری معنی میکنه باید با پاسد در حکمشون هم آمده از دعا فرمودن برخورد قاطع با مفسدان این یکی از بیشگی هاشون یه مثال بزنم از برخورد قاطع ایجایی با مفسدان ببینید در پرونده معروف به اختلاس تموم که گفتم به غلط سه هزار میلیاردی مربوط به امیر منصور آریا دو نفر سو استفاده کننده اصلی در مدیریت بانکی در این پرونده بودند محمد جهرومی مدیر عامل وقت بانک صادرات و محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی جهرومی معاون اجرایی شورای نگهبان بود و از سال 84 در دولت اول احمدی نژاد وزیر کار و امور اجتماعی آبان 88 شد مدیر عامل بانک صادرات تا مهر 90 که به دلیل دست داشتن در سوء استفاده های بانکی برکنار شد عقبه محکمی داره در نظام آقای سید محمد جهرومی بی خود نبود که مسئول اجرای شورای نگهبان بود عقبه محکمی چی هست؟ خدماتش در سرکوب خونین گروه سربهداران در جنگل های شمال در دهه شست همراه با رحیم مشایی موقعی که جهرومی فرماندار آمول بود جهرومی زمنان دوماد ناطق نوری است علی اکبر ناطق نوری که موقعی که همین پرونده در کار بود 90... 90 تا 93 ناطق نوری رئیس بازرسی بیت آقا امام خامنه ای بود خب، نمیرن طرف رو بگیرن که معافرید امیر خسروی در دفاعیش که نذاشتن هیچ وقت در دادگاه خونده بشه نکات بسیاری رو درباره پرونده سازی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روشن کرده که خودش داستان مستقل است در صفحه 35 این دفاعیه که مربوط است به صفحه 1387 پرونده نوشته مدیران اصلی دو بانک اصلی گشایش کننده یعنی صادرات و بانک تنزیل دهنده یعنی ملی یا در حاشیه امن قرار گرفتند یا توسط داماد دادستان کل کشور فرار کرده اند آن وقت من باید به عنوان تولید کننده و کارآفرین با 17 هزار پرسونل متهم ردیف اول باشم جهرومی رو میگه که مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و خاوری رو میگه که مدیر عامل بانک وقتی بانک ملی بود بعد از اعدام محافری در امیر خسروی جهرومی به عنوان متهم در اختلاس بزرگ بانکی محاکمه شد البته سرصدا شد بود باشگاه خبرنگاران جوان با بسته سیمای آقایون 26 خرداد 95 به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده گزارش داد که پرونده جهرومی در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود و تیان او به جریمه 8 میلیون تومنی به عنوان جزای بدل از حبس محکوم شد و پرونده مختوم شد همینجوری که داریم میریم هم به عدالت محوری حکومت اسلامی در ایران توجه بفرمایید هم به اینکه این شخصی که همه کاری این پرونده هاست الان قاضی گزاد شده ها آینده درخشان است اون موقع اجهی داستان کل کشور بود اون نکته ای که محافری در دفاعیش نوشته بود و براتون خوندم که مدیران اصلی دو بانک یا در حاشیه امن قرار گرفتن یا توسط داماد داستان کشور فرار کردن حاشیه امن محمد جهرومی مدیر عامل وقت بانک صادرات که عرض کردم خدمتون یه اشاره هم بذاریم بکنم به فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی در اعترافنامه اکبر تبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه در 20 سال گذشته که زندانی است الان آمده است آنچه برایم یقینی است این است که آقای محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی با هدایت اطرافیان آقای محسنی اجهی از کشور خارج شد من از نیت آقای اجهی خبر ندارم شنیده بودم پسرشان آقا رضا برای خاوری کارچاخ کنی دارد شاید آقای محسنی ترسیده که خاوری در دادرسی روابطش با پسرش را لو دهد که به خاوری فشار آورد برای خروج از کشور دادستان احواز با آقای محسنی اجرای هماهنگ بود باندی بودن آقای اینا رو داره اکبر زبری نوشته ها اینا هم تو دادگاه خونده نشده و اینا نوشته آقای محسنی به دادستان احواز میگوید خاوری را احضار کن و بگو بازداشتی خاوری میترسد. شبانه می روید دفتر آقا رضا محسنی اجهی پسر محسنی اجهی در خیابان جردن آقا رضا هم میگوید با جواد قدمی برو اهواز حلش می کنیم پرونده در احوازه اصلا ظاهرا در پرواز ادامه نوشته اکبر تبری معاون اجرایی سابق دستگاه قضا رو براتون میخونم ظاهرا در پرواز جواد قدمی می تواند خاوری را قانع کند که از کشور خارج شود با اولین پرواز برمیگردند تهران و خاوری میرود لندن که بعد تو لندن استفان آمش نوش فکس کرد جواد قدمی کارچاخون آقای محسنی اجهی است و اگر رویش تمرکز کنید سرنخ مسائل آقای محسنی اجهی را در می آورید روی جواد قدمی مثلا من شنیدم که خاوری برای رفع حکم ممنول خروجیش که داد ستان احواز داده بود دو میلیون دلار هم به جواد قدمی میده جواد الله قدمی من از آقای آملی شنیدم آملی لاریجانی که همین جواد قدمی به معافرید خسروی و برادرش پیغام داده بود که 20 میلیون یورو میگیرم مشکل هلدینگ آریا را با زندان حل میکنم نمیذارم برسه به اعدام این داستانم آقای مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور هم البته از طریق مسعود موحدیان که کار چاق بود و فوت شد که شواهد نشون میده کشتنش من در برنامه مشخص عرض کردم براتون چون این قولی به آریا داده بود یعنی به معافری امیر خسروی و علل حساب میلیارد تومان هم گرفته بود کی مصطفی پور محمدی اینها را حفاظت به آقای آملی لاریجانی گفت و وقتی من به آقای آمولی گفتم که چرا پس برخورد نمی کنید گفت زورم به محسنی اجی نمی رسد ولی گوش پور محمدی را می پیجم. غیر از اینکه که در کسفت دادستان کل خاوری رو که از متهمان اصلی پرونده اختلاس بزرگ بانکی بود فراری میده پسرش این گل پسر منظورم رضا محسنی ایجهی مرکز ارتباطات دومکلوفت های راندخاره یکیشون علی ترامشلوست که اکسشو دیدین صاحب غیر قانونی چند تا مال و بشتمای ورزشی و خیریه و غیره اکبر تبری باز در اعترافاتش در این باره نوشته علی ترامشلو افراد پولدار با پرونده های سنگین را می آورد پیش رضا محسنی ایجهی در جردن اینها سی درصد از پروندهشان را میریزن به حساب خیریه ترامشلو که دست چک آن پیش رضا محسنی است پشت ماجرای ترامشلو شرکت سامسونگ است اینها از طریق روابطشان با رضا محسنی پسر قاضی غزات فعلی محسنی اجی حدود پنجاه شرکت فعال در ایران دارند علی ترامشلو در دهه گذشته صدها پرونده سنگین مالی را با کمک محسنی اجهی در دادگستری تهران حل و فصل کرد و از در رو داره معاون اجرایی قوه قضایی در 20 سال گذشته میگه ها و از درآمد حاصله یعنی چی؟ یعنی از رشوه ای که گرفته بود از علی ترامشلو در دهه گذشته صدها پرونده سنگین مالی را با کمک محسنی اجرایی در دادگستری تهران حل و فضل کرد و از درآمد حاصله برای محسنی اجرایی سرمایه گذاری خارجی کرده ترامشلو ساکن کاناداست و نیمی از سال را در آنجا به سر میبرد زمانی که جواد قدمی خواهرزاده محسنی اجایی این دقیق تر باید باشه چون اکبر تبری داره میگه معاون اجرایی قوه قضایی که با همه اینا دستشون توی کاسه بوده میگه زمانی که جواد قدمی خواهرزاده محسنی با واسطه فرار خاوری به کانادا شد علی ترامشلو در کانادا خاوری را تحویل گرفت حرامیش لو که بندنافش رضا محسنی اجی گلپسر اجی است از کجا به این ثروت رسیده که معروف شده به تخریب کننده میراث باستانی تخریب میکنه با حمایت قوه قضاییه توش بازار رضا سرای دلگوشاد جنب کاخ گلستان میزنه با 20 طبقه بالای سقف قانونی محل ۲۷ طبقه میزنه از کجا اومده این در واقع اجی ای از کجا آوردتش اینو دکتر مهدی خزعلی که دنبال این ماجرا رفته بود و نوشته است که از حاج محسن به معتمدی در بازار تهران پرسیدیم ترامشلو کیست از کجا آمده حاج محسن گفت عنصری فاسد و سابقه دار است که از زندان او را در آوردن و مهره کرده اند. او دلال فاسد برخی هاست و حتی این موضوع به نظر رئیس قوه نیز رسیده است ماجرمال زمانی است که آملی لاریجانی بود رئیس قوه قضاییه قبل از اینکه مهره باشد و قبل از زندان آهی در بساط نداشته و یک راننده بوده اما اکنون شما نمی توانید های املاک او را بشمارید همینک او از شهرداری تهران ارقام نجومی طلبکار است اکبر تبری در اعتراف که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه درباره ایجی و خاوری نوشته میگه حتی قضیه دست داشتن ایجی در فرار خاوری کشید به جلسه مجمع تشخیص مسلحت نظام تو اون جلسه از نقش محسنی ایجهی ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد و محسنی ایجهی ای به نقش خود اعتراف کرد مدتی پس از آن گزارش مفصلی در این رابطه توسط اطلاعات سپاه به همراه چند عکس در تورنتو کانادا و در یک رستوران که خانواده علی ترامشلو و خانواده محسنی ایجهی را با محمود رضا خاوری و خانوادهش در حال صرف شام نشان میدهد به مقام معظم رهبری داده شد محسنی اجهی در توضیح این دیدار توجیح کرد که خانواده من مهمان علی ترامشلو بودن و به طور اتفاقی خاوری و خانوادهش در اون رستوران آمده و چند دقیقه سر یک میز نشستند و احوال پرسی کردند اتفاقی محسنی اجهی ارتباط را انکار کرد ارتباط خودش با خاوری رو از آن تاریخ و پس از آن که صدای آمریکا از علی ترامشلو به عنوان کارچاخون و مجری اقتصادی محسنی اجهی نام برد وی از علی ترامشلو برای حفظ خود فاصله گرفت ولی ارتباط پسر محسنی اجهی با وی به صورت قبل ادامه دارد زیرا مدیریت یعنی با علی ترامشلو زیرا مدیریت انبال آنها را به عهده دارد رضا محسنی ای و امکان قطع ارتباط وجود ندارد آقای قلام محسن محسنی, محسنی ای که به حکم ولی امر مسلمین شده اید قازل قزاد یک بار یک بار بیا بگو گل پسر رضا محسنی کجاست و چه میکنه درباره خودتون که قازل قزاد جدید شدین به اندازه کافی حرف زده شده و شناس های خاص و هستید پسرت کجاست؟ رضا محسنی اجی چی کار میکنه؟ از جمله حرفایی که درباره خود شما زده شده که خیلی هم حرف زده شد در مراسم تودی و معارفه رئیسی و شما بود هفته پیش آه رو بخش کردیم، حرفای رئیس دفتر پیشوا آقای محمد محمدی گلپایگانی که تموم نشده، من پریدم وسط همه حرف زدم. رئیس دفتر و آقا فرمودن که محسنی اجی دو ویژگی داره. که او رو به سرمایه نظام تبدیل کرده و به دلیل این دو ویژگی است که شده الان قاضی القضاات و رئیس قوه قضاییه. یک قاطعیت که دیدیم گاز گرفتن و کشتن و تصویر حساب‌های شخصی و در اون حکومتی و پشت پرده مهمترین های فساد اقتصادی و بانکی بودن و غیره خب دومین ویژگیش میگوید انقدر ساده زیست این آدم که پشت هر پیش نمازی نماز میخونه این نشانه ساده زیستی است و دو ویژگی دوم ایشان که خود من از نزدیک شاهدم ساده زیستی ایشون من بارها دیدم در همان محلی ما با هم دیگه یک همسایه هستیم با اینکه مسئولیت داستانی داشتن چه داشتن چه داشتن وزیر اطلاعات بودن مغرب که میشد گاهی میدیدم که ایشون در مسجد محل حضور دارن در صف نماز جماعت نشستن نماز جماعت را اقتدا میکنن به امام جماعت گاهی هم منبر میرفتن گاهی هم روزه میخوندن اما روش طلبی بله روز خون که خب همتون هستین، کجاش ملاک ساده زیستی ها روز خون که قبلا پنج زار میگرفتن روز میخوندن بعد پنج تومن شد الان که مالتی میلیار اون کجاش ساده زیستیه یعنی همین حسن فریدون روحانی تو جلسه از دولت هم روزه میخونه این روزه خونی ذات آخونده چه ربطی داره به ساده زیستی آخه باری این تنها ویژگی های محسنی است. این دوتا که باعث شده خامنه ای رو رو بکنه رئیس قوه قضاییه این چیزی بود که رئیس دفتر خامنه ای در مراسم معارفه محسنی اجهی گفت من خودم که نگفتم گفت دوتا ویژگی داره که کردم یکی اون قاطعیت و اون ریختیش یک کمی ساده زیستی این ریختیش خود اجهی در مراسم معارفه میاد برنامه و مسیر قوه قضاییه تحت امرشو دستبندی میکنه به اصطلاح یک گسترش عدل و عدالت در همه ساحت ها تأکید میکنم در همه ساحت ها دوم مبارزه جدیتر قاطعتر و بدون تبعیض باز با فساد در همه عرصه ها خب این آدم از عدالت در همه عرصه ها و از مبارزه با فساد در همه عرصه ها میگه تاکید میکنه که مسیر قوه قضاییه به این سمت خواهد بود چی میگه؟ بعد تو همون مراسم میگه با قالیباف من و قالیباف با هم دست به دست هم میدیم و همه مشکلات کشور رو رفع میکنیم انشاءالله و من باز اطمینان کامل دارم با حضور مدیر توانمند کارکشته بزرگ شده در میدانهای سخت دکتر قالیباف در رأس مجلس و نمایندگان انقلابی و دلسوز برای ملت حتما اونها هم کمک میکنن دست به دست هم میدیم انشاءالله مشکلات مردم را کمتر میکنیم بله پرونده های فساد قالیباف و خونوادهش هیچ وقت در دستگاه قضا بررسی نشد اصلا تو هیچ کدوم از نهادهایی که باید بررسی میشد فقط اهل رسانه تا جایی که رو داشتن حتی هزینه دادن حتی زندان رفتن برای این از جمله یاشار سلطانی به خاطر فاش کردن بخشی از این فساد قالیباف افتاد زندان اینا بررسیش کردن پرونده املاک نجومی دوره شهرداری قالیباف که مفت به نور چشمی ها داده بیش از دو هزار مورده طرح تحقیق و تفاوض از شهرداری تهران در مجلس رای نهی گفتن گفتم بارها کنار گذاشته شد چرا؟ چون پشت پرده آقای قالیباف در حال رایزنی بودن مصطفى میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرد که یکی از این رایزنی ها پرداخت 65 میلیارد تومن رشوه به عضو موثر کمیسیون عمران مجلس بوده و گفت اسنادش من دادم به قوه قضایی قوه قضایی چکار کرد؟ توجه بفرمایید قوه قضایی فقط رشوه گیرنده رو تعقیب کرد اونم بعد از افشاگری های مکرر و علنی میرسلیم و بقیه حال من نمیدونم چه دعوای میرسلی به مختلفه ای با قالیب با من نمیدونم منتها به هر حال او بود که اینو فاش کرد اول خب خیلی ها ولی خب وقتی که مستند میاد اسناد از خودشونه دیگه مجبور شدن چیکار کنن برن آقا رو دنبال کنن تعقیب تحت تعقیب قرار بدن و رئیس کمیسیون عمران مجلس رو بگیرن تا تقریب قرار بدن اونم عرض کردم یعنی رشوه گیرنده رو رشوه دهنده که آقای قالی باف باشه و منظورش روشن رو است برای قاضی اون رو چیکار کردن کردنش رئیس مجلس بجای اینکه بگیرنش مثلا 22 مرداد 99 سید موسوی که از 20 روز پیش در بازداشته است یعنی همون عضو موثر کمیسیون عمران مجلس به دریافت رشوه, رشوه 65 میلیاردی از طریق شرکت رسوا تجارت و شرکت پژوهاب اعتراف کرده است این مبلغ به شکل هولوگرام و به نام برادر او یعنی به نام سید حسین موسوی صادر شده که در حال حاضر اون برادره قرار بود این عضو کمیسیون عمران و و مجلس به تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوره قالیباف رأی منفی داد یعنی به این دلیل گرفته و رأی منفی هم داد البته بقیه هم مجاب کرد که رأی من منفی بدن و اینها قالیباف در آن زمان پس از رأی منفی مجلس به تحقیق و تفحص تی نامه ای از علی لاریجانی رئیس وقت مجلس تشکر کرد قالیباف اکنون رئیس مجلس هست. و تو جلسه معارفه رئیس قوه قضایی جدید یعنی اجهی کلی ازش همین اجهی و بقیه تقدیر میکنن هیچ کس غیر خودشون نمیدونه چرا اینقدر قاب میگیرن قالی اونجا چون از هر که بپرسیم که فاسدترین مسئول دولتی یا حکومت جمهوری اسلامی به طور کلی که مردم میشناسنش کیه نظر خواهی کنین هر کدومتون در هر رسانه هستین یکی از کل گنده ها دوم میشه خالی بوف. چرا؟ میاد به اونان رئیس مجلس خودش چرا کاری باهاش ندارن؟ چرا؟ چرا این باند درونی الان یک کاسه هم شده اند؟ هی hey, خودشون رو تنگ میکنن بستهتر میکنن چرا؟ ببینین میاد قالیباف تو همون جلسه معارفه سخنرانی میکنه اونم مثل دوتای دیگه میاد میگه اینا یک پارچه شدن ما یعنی او رئیسی و ایجهی دیگه هیچ جای بهانه نمیذاره که مشکلات رو نتونیم رفت کنیم چون دیگه اختلاف نظری نداریم بعد تاکید میکنه بعد دقیقا چیزایی که خودش با رشوه و زور و چماق همیشه جلوشه گرفته شفافیت و پاسخگویی در همه سطوح و در ارتباط وسیق و عمیق با مردم و مردمی سازی کردن و شفاف کردن و هوشمند سازی کردن همه این سیستم ها برای اون کارآمدی و پاسخگویی